عزیزان سلام با برنامه تحلیلی دیدگاه در خدمت شما هستیم با تداوم اعتراضات مردم به سیستم استبدادی و عقب افتاده جمهوری اسلامی که به نام دین و ایدئولوژی ولایت فقیهی حق زندگی آزاد، پیشرفت و سعادت را از مردم ایران سلب نموده است مباحث مربوط به چگونگی گذار از جمهوری اسلامی و ماهیت حاکمیت بعدی بیش از پیش به میان آمده است. این یک واقعیت است که مردم بخش های مختلف ایران با ملیت های متفاوت بدون توجه به دستبندی های تیف های مختلف سیاسی در راه گسستن بند اسارت و رسیدن به آزادی به میدان ها آمده و در این راه از جان خود نیز گذشتند. متاسفانه همه تیف های سیاسی به این پیام روشن مردم متحد نیستند و تلاش می کنند تا با استفاده از ابزارهای مختلف مادی و رسانه ای که در اختیار دارند مسیر مبارزات را به سوی اهداف خود هدایت نمایند. به صورت واضح باید آشکار کرد که دو تیف یکی سلطنت طلبان و دیگری مجاهدین خلق در پی چنین کاری هستند. خصوصا سلطنت طلبان که قدرت رسانه‌ای قوی تری نسبت به دیگر گروه های سیاسی دارند در پی تلقین و مصادره جریان آزادی خواهی مردم ایران هستند. خوشبختانه مکانیزم تسلیمگیری و تاکتیک مورد استفاده در اعتراضات مردمی به قدری خودجوش هستند که هیچ طیف یا گروه خاصی نمیتواند ادعای مدیریت و یا خطدهی به اعتراضات سراسری مردم را داشته باشد. پروازه هست که بسیاری از تصمیمات منطقی در حلقه های کوچک و بزرگ آن منطقه اتخاذ می گردند و به صورت اتحادی نانوشته با دیگر نقاط ایران در حال تداوم و پاسکاری هوشمندانه هستند. این تصمیمات منطقه‌ای خصوصا در مناطق غیرفارس ایران بیشتر به چشم می‌خورد و علت آن هم فعالیت‌های مدنی و سیاسی گروه‌های مدافع حقوق ملیت‌های غیرفارس است گروه های سلطنت طلب و مجاهدین خلق با انتشار بیانی های مختلف برای مناطق اتنیکی ایران با اسامی همچون جوانان محلات فلان شهر یا انتشار پوسترهایی از مفاخر مناطق مختلف سعی دارند خود را جریان غالب نشان دهند البته اینکه هر گروهی بخواهد قدرت و طبقه اجتماعی خود را در مناطق مختلف بسنجد امر غیرمعمول یا غیر دموکراتیکی نیست اما تلاش برای دور زدن جریان های غالب مناطق مختلف و انتشار بیانیه با اسامی خلع و سائه که هیچ اصالتی ندارند با روح اتحاد بین مردم ناسازگار است. با تکیه بر پروپاگاندای رسانه ای قادر نخواهند بود به این مانورهای کذاییشان مشروعیت بخشند. تشکل‌های سیاسی آذربایجان و جریان مدنی آن ضمن تعهد به روح اتحاد بین مردم مناطق مختلف ایران از پشتک وارون زدن جریان های تمامیت خواه خصوصا سلطنت طلبان و مجاهدین خلق غافل نبوده و نیست. آنانی که هیچ تعهدی به روح اتحاد در بین مردم آزادی خواه قائل نیستند و سعی دارند از کلمه اتحاد برای سرکوب صداهایی که مطلوب خودشان نیست استفاده کنند در برابر سیل خروشان مردم با شعارها و خواسته های حقیقی مناطق مختلف مجبور به تسلیم خواهند شد. مردمی که به خیابانها آمده و خواسته های خود را در قالب شعارهای مختلف بیان می کنند به نوعی ماهیت و شکل حکومت بعدی را ترسیم می نماید. مردم برای به قدرت رسیدن شخص یا گروه خاصی به خیابانها نیامدند. آنان خواهان آزادی، دموکراسی، پلورالیسم و حکومتی در خدمت منافع خود هستند. جمهوری اسلامی با بهان قرار دادن ایدئولوژی مذهبی ولایت فقیهی تمامی حق و حقوق مردم را زیر پا گذاشته و همچون زالو ثروت و منابع طبیعی این کشور را می‌بلعد. مردم نه برای حال کنونی خود و نه برای آینده فرزندانشان هیچ امید و افقی متصور نیستند. اصرار جمهوری اسلامی بر این کار باعث شد تا مردم اساس ایدئولوژی او را نفت کنند و بسیاری از معتقدین به دین یا قشر خاکستری امروز به شدت از دین گریزان شدند. اگر افرادی فکر می کنند که با تکیه بر مسائلی همچون تمامیت ارزی استوره های داستانی و تاریخی، نژادگرایی آریایی و نفی دیگران خواهند توانست ملیت های غیر فارس ایران را از خواسته های اولیه خود محروم کنند، باید بدانند که بسیار بسیار سریعتر از جمهوری اسلامی اساس ایدئولوژیشان به صورت کلی از سوی مردم نفی خواهد شد. مردم آذربایجان همواره ثابت کردند که پرچمدار حمایت از ملیتهای مختلف ایران بودند. زمان اعتراضات مردم عرب احواز با محوریت کم آبی که فاجعه خونین نیزار ماه شهر پیش آمد، این مردم آذربایجان بودند که با محوریت شهر تبریز به حمایت از مردم احواز به خیابانها آمدند. در اعتراض جاری نیز، در همان روز نخست، با شعار حمایت از کردستان پا به عرصه اعتراضات گذاشت. در مورد جمعه خونین زاهدان نیز تشکل‌های سیاسی آذربایجان با انتشار بیانیه‌ای جنایت رژیم را به شدت محکوم کردند. پروازه هست ملتی که به اصالت خواسته هایش باور داشته باشد و در راه رفع تبعیض مبارزه کند نمیتواند به ظلم و تبعیض علیه دیگر ملیت ها بی تفاوت بماند. مردم آذربایجان علیرغم تمامی جانفشانیهایش در راه عدالت و اعاده حق و حقوق همه ملیت ها از دوران مشروط تا کنون دچار تبعیض های همه جانبه بوده است از این رو درد دیگر ملیت های ایران را به خوبی درک می کند. طبیعتا با جدیت هرچه تمامتر حقوق ملیتی خود را نیز دنبال می کند و به هیچ وجه زیر بار تبعیض نخواهد رفت باید اشاره کرد که علا رقم برخی تبلیغات مغرزانه مردم آذربایجان از همان روزهای نخست حمایت سیاسی خود را از اعتراضات جاری بیان داشته و به میدان آمدند. اما این نکته را نباید فراموش کرد که شکل و پروسه اعتراض میدانی در مناطق مختلف ایران به نوعی مختص هنجارهای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی آن منطقه است. آذربایجان و خصوصا شهر تبریز نیز از این قاعده مستثنا نیست دیر نیست روزی که پایه های پوسیده جمهوری اسلامی در خیابان های تبریز و دیگر شهرهای آذربایجان در هم بشکند کافی است که مردم سراسر ایران با تکیه بر روح اتحاد مردمی خود تبلیغات تجزیه حراسی جمهوری اسلامی و بازی های سیاسی برخی اپوزیسیون را نقش بر آب کنند و برای همه فارغ از جنسیت، اتنیک، نگرش سیاسی و ایدولوژیکی آرزوی آزادی داشته باشند. آزادی که به حق و حقوق دیگران تجاوز نکند. در این راه هم مردم آذربایجان و هم تشکلهای سیاسی آن در کنار تمامی آزادی خواهان خواهند بود و با درسهایی که از تاریخ گرفتند هرگز تن به استبداد نخواهند داد. با امید به رهایی همه ملیت های ایران اوقات خوبی داشته باشید.